تماشابینان خوش آمدیم به کانال ارزندم. یکی از تماشابینان یک بار نه بلکه چند بار التماس کردند که تاکی چگالدک تیار کنیم و اکنون امروز همراه چگالدک تیار میکنیم. خب محصولات برای ما به ما لازم است آب، آرد، نمک، دروژه و کبوتی. در اینجا من پیاز و اکروب دارم. تیار میکنیم اکنون. در اول آب رو گرم میکنیم. باید آب گرم باشد، نه اینکه جوش، تا که دروژه های ما نسوزد. آبی گرم رو میاندازیم، نمک رو میاندازیم، دروژه ها رو میاندازیم، اکنون آرد رو میاندازیم. من چگالدک کردن رو از آچه جونم یاد گرفتم. آچه من بسیار چگالدک های ملزد تیار میکنن. نصیب انشالله تاجیکستان رویم، حتما باز یک باری دیگه آچه جونم چگالدک تیار میکنن. تماشابینان گرامی، حرکت کنید که خمیر شما نه آنقدر سخت و نه آنقدر سستی بد شود. برای آن که وقتی که خمیر سخت شود ممکن که چگالدک های ما درونش خام ماند، و یا که اگر که سست شود خمیر ما در وقت گرفتن و روغن اندوختن بسیار دشوار می شود. برای همین اهمیت تید اول و خمیری تیار کردن. من علاقه خمیر رو تیار کردم. پس از آن که خمیر رو تیار کردیم، اکنون خمیر رو به یکان جای گرم در مدت یک یا دو ساعت میمونیم که خمیر پورا تیار شود، یعنی خمیر رسد. تا تیار شدن خمیر ما اکنون کبوتی های میده میکنیم. تماشابینان گرامی، خیلی که میبینین خمیری ما تیار شده، لکه خمیری ما رسیدک و اکنون هزی تیار میکنیم شد. خمیری ما هم تیار شد و اکنون کبوتی های با خمیر آمیخته میکنیم. تماشابینان گرامی، اکنون دست رو کمی به آب میزنیم، دست رو کمی تر میکنیم و اکنون انا همین نمود کم کم مایده چه انا همین خیل خمیر میگیریم و به میاندیم. اهمیت سید که روغن آنقدر سخت تسبون نباشد تا که با چگالدک های ما خامسوز نشود، یعنی درونش خام نموند. تیز تیز دست رو تر کرده آب ده می اندازیم. تیز تیز می کبیم که تو که چگالدک های ما پورا یک خیل سرخ شوند و باز با یک دیگر نچسبم.
گیر آخی نمیخواهی گرفتم دوشن من اخو نکشه دادم گیر یعنی ام کند مون آخی میشه کسنیم ده کسنیم ده دلت با من نمی‌سوزد سبب چیسته همون لحظه به دلدار رسیدم کبوتر بودم و پرواز کردم همون لحظه به دلدار تماشابینان گرامی چگالدک های ما هم تیار شدن شما نیز حتما برای نزدیکان خود تیار کنید به همه شما اشتیاق تمام خیر تا دیدار آینده در پناه خدا باشید